رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون متشکرم. از توضیحات خیلی خوبتون برای ما ایرانی ها. در واقع میتونیم از دانشتون استفاده کنیم در جهت بهتر زیستن و انرژی بالا برای ادامه زندگی. لطف دارید، بفرمایید. حقیقتش من در واقع خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط برای این موضوع باهاتون تماس گرفتم. من جدیداً در حدود 3 ماه هستش در یه رابطه نسبتاً جدی با یه آقای ایرانی هستم. من خودم امریکا زندگی میکنم، پی‌اچ‌دیم رو سال 2019 تموم کردم و ایشون رو در واقع خیلی تصادفی در واقع باشون آشنا شدم و متوجه شدم که ایشون از دوستای قدیمیم هستن، یه جورایی بهترین دوستم هستن و ایشون تو شهر من پزشک هستن، دانشجوی تخصص هستن و سال اولشون رو تموم کردم میرن به سال دوم و از اون ابتدا که با هم شروع کردیم خیلی... نه صبر کن، اول به من بگی هر دو چند سالتونه؟ بله، من 42 سالمه، ایشون 45. هیچ کدوم قبلا ازدواج کردی؟ هر دومون قبلا ازدواج کردیم و جدا شدیم. و فرزندی ندارید از ازدواج قبلی؟ نه نه، هیچ کدوم نداریم. شما چه مدتیست امریکایی؟ من هلوش 12 سال و چند ماه و ایشونم 13 سال. خب اون وقت همسرای هر دوی شما قبلی ها ایرانی بودن، درسته؟ بله بله، جفتش. و شما چه مدتیست جدا شدید؟ من هلوش 7 سال جدا شدم از 2014 و ایشون خب کمتر از من، فکر میکنم آفیشیالی 1 سال جدا شدم ولی هلوش 2.5 سال از همسر اولشون جدا شدن و ازدواجشون هم دیرتر از من بوده، 2017 ازدواج کردن گویا. اوکی. خب الان به من بفرمایید که شما اولا میدونید که احتمالا شما قرار نیست که صاحب فرزندی بشید با هم، درسته؟ بله، من با توجه به اینکه من مرتب صحبت شما را از همون سالی که رادیو همراه شروع شد گوش میکنم، میدونم که بسیار دیر هست برای این قضیه ولی بله میدونم این قضیه رو ولی بذاره. حالا بنابراین میدونید چرا؟ برای که حسن این کار اینه که وقتی که نمیخواید صاحب فرزندی بشید کاملا وقت دارید. یه زمانی هست شما میفرمایید 36-37 سالتونه، خب یه نگرانی وجود داشت باید رابطه درست باشه و هر چه زودتر هم به یه سرانجامی برسه، ولی وقتی تو اینجا هست نه. و شما هنوز اگر من درست متوجه شم 3 ماهی است که با هم آشنا شدی. اینکه حالا ما سه ماه تقریبا با هم داریم زندگی میکنیم. چون نفهمیدم شما به مجرد آشنایی رفتید با هم زندگی کردی؟ نه نه، به مجرد نبود ولی ایشون خب من چون پدرمو تازه از دست دادم، من تقریبا 3 ماه سه چهار ماه پدرم همون در واقع اولوش سال 9 بود که از دست دادم به خاطر عفونت بعد کرونا. بعد که برگشتم امریکا، بعد از اینکه مراسم خاکسپاری پدرم شرکت کردم، بعد اومدم امریکا چون جاب آفر گرفتم از جایی که زندگی میکنم، دانشگاه تدریس کردم این ترم و ایشون رو با ایشون آشنا شدم و ایشون خب من خیلی اموشنالی درگیر این قضیه بودم، سعی کردم به من خیلی کمک کنم و ما خیلی همدیگر رو تقریبا هر روز میدیدیم و این هر روز دیدن باعث شد که ایشون تقریبا دیگه یه جورایی مثلا یک مقدار واسه چون بعد درس هم میخوندن، یه وقتی رو بعد درس میخوندن یه وقتی رو خود با من میگذروندن، نمیتونستن هی بک اند فورت کنن برن خونه برگردن، یه جورایی موندگار شدن به دلیل اینکه خب هم میخواستن با من وقت بگذرونن همین که به کارشون برسن. از این جهت هیچ قصدی برای موف کردن بلافاصله و به قول معروف عشق آتشی نبوده، فقط به این دلیل که خب شرایط تو یه جوری بود که منم کار داشتم، منم خیلی نمیتونستم یعنی تنظیم کنم که با ایشون وقت بگذرونم چون باید هم به کار تدریسم میرسیدم، هم اموشنالی خیلی درگیر بودم، باید مرتب با خانواده تو ایران در تماس بودم و هنوزم هستم. یه جورایی این باعث شد که ایشون بیان و نمیگم وسایلشون رو جمع کردن اومدن پیش من
ولی زمان خیلی زیادی و تقریبا میشه گفت هم تمام مدت با من بودن تو این 3 ماه، شاید 2-3 شب، شاید مثلا اونم به دلیل اینکه خب صبح خیلی زود میخواستم پاشن، ولی دیگه میشه گفت با من زندگی کردن تو این. به هر حال شما چون گفتید مدت هاست منو میشناسید، متوجه کم هوشی من شده بودید، الان مطمئن شدم، ولی به هر حال از اون بگذاریم. به من بفرمایید شما هر دو فرزند چند دومید؟ من فرزند دوم هستم، خواهرم به فاصله 3 سال و نیم از من بزرگتره و برادرم 5 سال از من کوچکتر. ایشون فرزند اول خانواده هستن، خواهرشون 3 سال ازشون کوچکتره و خواهر بعدی فکر میکنم 2 یا 3 سال. ایشون دکتراشون یعنی پزشکیشون رو کجا خوندن؟ ایران خوندن، بعد برای تخصص به امریکا اومدن. چه مدلی از امریکا هستن؟ میگم از 2008 امریکا هستن، ولی قبلش یه مستر گرفتن چون قصد نداشتن که ادامه بدن، یه مدت کار کردن، پستاک رفتن، بعد اومدن همون رشته‌ای که در واقع دارن الان میخونن رو دستیاریشو خوندن، اسیستانتشو به مدت 2-3 سال خوندن، بعد اون ازدواج به قول حالا به حال ازدواجی که از نظرشون اشتباه بوده رو داشتن، باعث شد یه ذره از همه چیزی چون برای اینکه میخواستن منبع درآمد اون اکسشون باشن و اینکه ایشون درس بخونه چون ایشون هم پزشک بودن، بعد وقتی خواستن سویچ کنن دیگه رابطهشون به هم خورده، بعد یه جوری از مسیری که داشتن، مسیر صحیحی که میخواستن، در واقع مسیر درستی که باید ادامه میدادن و اینجا یه مقدار منحرف شدن تا برگردن به مسیر، یه مقدار گپ بین MDشون و رزیدنسیشون افتاده، ولی خب تا اون امتحانا رو دادن و مچ شدن و اینا به هر حال الان میرن سال دوم رزیدنسی که تو این دوره رزیدنسیشون چند ساله؟ 4 سال. اوکی. خب به من بفرمایید که تو این مدتی که با هم بودید دو تا سه تا جنبه مثبت ایشون یا رابطتون چیه؟ خیلی از لحاظ ارتباط با هم خیلی مچ هستیم، یعنی از زمانی که ایشون میان خونه ما تقریبا که اصلا نیازی نیست که مثلا جایی بریم خوش بگذرونیم، مثلا همین مکالمات سادهمون خیلی توش انرژی هست، توش شور زندگی هست، هر دومون خوشحالیم از این ارتباط، بعد جفتمون خیلی آدمایی هستیم که رو هستیم، صادقیم، نمیخوایم نقش بازی کنیم، این چیزی که ایشون از اخلاق من به من میگه و منم معتقدم ایشون هم همینطوری هستن. بعدم که سلیقه هامون توی گوش دادن به آهنگ این همه، یا اینکه کلا دیدمون نسبت به زندگی خیلی شبیه همه و بسیار آدم شوخی هستن، منم همینطور، منم خیلی آدم شوخی هستم، با محبتشون رو نشون میدن و اینا باعث شده که یعنی روزگار خوشی با هم داریم، حتی با وجود که درس هم میخونیم، ایشون کار من کار برای کار تدریس هم درس میخونم، ایشون درسشون رو میخونن، بهمون خوش میذاره همچنان، یعنی بله. در حال زنگ تفریح های خوبی دارید. حالا به من بفرمایید یکی دو تا عیب و ایرادی که در این رابطه میبینید اگر هست چه هست؟ یه طرز فکری که ایشون نسبت به ازدواج دارن و یه جورایی منم نمیگم مخالف 100% این ارتباط این طرز فکرشون هستم، ولی یه جورایی خب به هر حال با توجه که من زن هستم و با توجه به شرایط یه خانوم احساس میکنم نمیدونم این درست هست، به همین دلیل با شما تماس گرفتن. ایشون بسیار اذیت شدن تو ارتباط قبلیشون و طوری که باعث شده بود که اصلا نسبت به ازدواج و نسبت به مسئله این که بخوان چی زده بشه الان به من میگن، یعنی از ابتدا به من گفتن، حقیقتش این چیزی نبوده که بخوان الان حرفشون رو عوض کنن، از ابتدا به من گفتن ببینین من به این شرایط، به این ارتباط بسیار کامیتت هستم، بسیار متحد هستم و هر اون چرا که باید به عنوان کسی که دارم باهاش زندگی میکنم رو انجام میدم، ولی دوست ندارم یه چیزی به عنوان یه جایی ثبت بشه، یه چیز ازدواج باشه و این جورایی، نه که اسم ازدواج سفید روش بذارن. بله چرا دوست ندارن؟ دوست نداشتن نمیدونم، میگن هر کیو دیدم تا الان تو این دوره هر کیو میبینی از این کاری که کرده حالا، بعد بهشون خب من شما میفرمایین که خب دیره برای بچه دار شدن، من فقط تو این شرایط بهشون گفتم خب اومدیم و ما بخوایم یه بچه داشته باشیم، بازم
این مسئله تا وقتی که من و تو با هم باشیم اوکیه، برای من اوکیه، ولی اگر یه بچه‌ای بخواد در کار باشه، من دارم فکر می‌کنم که این، خب با توجه ما جفتمون درس خوندیم، به هر حال بیشینه خانواده بعدی نداریم، جفتمون از لحاظ خانوادگی هم یه جورایی از لحاظ فرهنگی به هم نزدیک هستیم، چرا مثلا این نباید باشه؟ مثلا بچه ما میره تو مدرسه میبینه اینجوری، مثلا خب شما که از خودتون بچه نمیتونید داشته باشید یا نمیخواید داشته باشید؟ بله این هست. چرا وارد بحث محال میشید عزیز، یا فرض محال میشید؟ یعنی وقتی آخه نمیخواید بچه چون منتقد نبودم که نه نه آخه نه نه من سب کنید نه نه آخه حتما نمیشه، که کار درستی نیست با توجه به حرفایت و 42 سالگی دیگه عزیز. نه مثلا اگر تخمک ها رو از قبل مثلا 10 سال قبل فریز نکردید یا بیشتر. بریم سراغ نه ایشون دلیلش چیه؟ اینکه ازدواج قبلی بد بوده معنایی نداره که از یه موضوع. دوم اینکه همه ازدواجاشون بده معنایی نداره. سوم اینکه اگر آدم ازدواج نکنه اون وقت رابطه خوبه معنایی. یعنی شما 3-4 تا فرض دارید میگذارید، اصلا منطقی نیست. من به شما بگم تا به حالم چون استدلالای شما رو شنیدم مجبورم بهتون بگم کاملا معلومه شما آسیب 6 تا 12 سالگی سنگینی دارید، برای که تمامش به جای ریزنینگ رشنالیزیشن یه آدم تحصیل کرده در حد شما، یعنی فقط دلیل تراشیه، یعنی به جای توضیح جاستیفیکیشن، یعنی به جای اکسپلنیشن جاستیفیکیشن توجیهه. این اصلا هیچ کل معنی نداره. چون بر اساس کدام مطالعه علمی میگن یک ازدواج بده، دو با هم زندگی کردن خوبه، سه آدمایی که با هم زندگی میکنن مشکلی ندارن، آدمایی که ازدواج کردن، چهار من نمیخوام یه جایی ثبت بشه، اصلا ثبت نمیشه. ایشون یه جایی هست اصلا بعدا برم پارش کنم بزنش تو، ثبت نمیشه یعنی چی؟ برای ما تمامش با همین ثبت سندایی است که پاسپورت داریم، گواهی نامه داریم، سند مالکیت خونمون داریم. این قصه اینا که پاره کاغذ است و یه امضا است که معنی نداره. از شما الان یه امضا بکنید به من $1,000,000 بده کار بی ارزش، و من میرم دنبالتون $1,000,000 میگیرم. آ چطور آدم میتونه بیان این حرف از دو تا آدم تحصیل کرده که با هم بحث میکنن درست نیست. من نمیخوام بگم ازدواج کنید، من که دیدید خدمتتون عرض کردم شما خوشبختانه به این دلیل وقت دارید یکی دو سالی صبر کنید، ولی بعدا ازدواج کردن معنی داره. اولا وقتی میگید ازدواج نمیکنم یعنی ازدواج بد، دو معناش این است که این آدم لایق ازدواج با من نیست، سه ارزش داره که با من باشه ولی ازدواج نه، چهار ایشون اگر نگران مسائل مالیه به راحتی با کمک یه وکیل میشه کاملا خاطرتون آسوده کرد که دقیقا اون چیزی که میخواید اتفاق بیفته که اگر یه روزی خواستید جدا بشید. یعنی اصلا من تعجب میکنم، یعنی اگر شما رو و ایشون رو در حد تحصیلات نمیدونستم میگونم خب مطمئنم چون با من آشنایید میشه قبولش بکنید که خب دو تا بی سوادن خواندن و نوشتن بلد نیستن، بعدم امضاشون هم حتما باید انگشت بزنن. ولی آخه یعنی چی از این حرفا؟ آره منم توجیهشون رو یه جورایی اصلا نمیتونم بپذیرم، ولی علت این که مثلا همچنان سعی کردم که این رابطه رو یه جورایی، من اصلا نمیگم رابطه رو حفظ نکنید، نه نصب کنید، من اصلا نه ببینید عزیز، مثل که شما بخواید بحث بکنید درباره حکومت امریکا یا حزب جمهوری خواه و دموکرات، من اصلا اختلاف نظرتون برام مهم نیست، مهم نوع استدلاله. مثل که شما برگرد بگید دموکرات ها بهتر از جمهوری خواه هستن برای که 95% امریکایی ها دموکرات هستن، اشکال تو این استدلاله. شما بگید دموکرات ها بهتر از جمهوری خواه، جمهوری خواه بهتر از دموکرات، قبول، ولی وقتی بگید 95% مردم امریکا دموکرات هستن اونجا غلطه. چون ببینید مسئله اصلی و اساسی اینه که ما سر واقعیت باید با هم توافق داشته باشیم بعد بریم سراغش. من عرضم این از خدمت ایشون و شما که گفتید مطلقا حرفاشون با واقعیت نمیخوره، اصلا مطلقا، یعنی شما هر مطالعه نگاه میکنید نشون میده ازدواج تعهد رو بیشتر میکنه، خطر خیانت رو کمتر میکنه، اعتبار بهشون میبخشه، از نظر خانواده و فامیل و جامعه قابل قبوله. اینکه شما بعد از 5 سال 10 سال برید توی مهمونی بگید مای پارتنر خیلی متفاوت تا بگید همسرمه. خب ببینین اینو هم به من تکیه میکنه، میگه اصلا من اینجور نیستش که با هم دیگه، من همه جا تو رو به عنوان همسرم معرفی خواهم کرد. خب ولی خب ولی مثلا حالا بله شما شوخی دارید با من؟ نه چرتو، که من برگردم بگم نصب کنید، من همه جا شما لطفا یه خونه 1 میلیونی 2 میلیونی برای من بخرید،
همه جام به من بگید این خونه مال منه ولی سندش مال شما باشه، من رایگان بشینم. همه الان معطل نکنید عزیز من، قربونتون برم. چرا دارم میگم جستیفیکیشنه و اصلا رشنالیزش، هر دوتاتون اصلا حرفا پرت و پلاست، یعنی دیسترکتینگ. خب من خیلی معتقد نیستم به این صحبت ها، ولی خب من دارم اون چرا که شنیدم رو به شما من عرضم. نه خب آخه نه 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 صبر کنید، آخه شما گفتید ما با هم راحت حرف داریم بزنیم، خیلی خوبیم، خوشیم. یا آدم عزیز من، من برگردم به شما بگم دو تا، چهار تا، سه سه تا، نه تا، پنج پنج تا، 25 تا، 7 7 تا، 754 تا، خب من همه چیزو خراب کردم. من به شما بگم شما دکتراتون چیه، به من بفهم دکترای جغرافیا دارم، بعد بهتون بگم که لندن پایتخت کجاست، بگی لندن پایتخت پاریسه، من دیگه آخه به چه دکترایی به شما بدم؟ لندن پایتخت پاریسه. یه کسی به من برگرده بگه اصلا من همه جا تو رو میگم به عنوان زنم ولی روی کاغذ نمی‌نویسم بگم زنم، که یه روزی یک مردی چی میشه، دو یکیتون مریض شده رفتید بیمارستان چی میشه، اون یکی که همسر داره هم حقوقو داره، حداقل میدونه چی کار باید بکنه برای همسرش، ولی هیچ کاری حتی جواب نمیدن که ایشون چه مریضی داره به شما، برای شما غریبه اید. داخل هیچ عزیز من، اصلا مسئله ازدواج مبنای حقوقی و قانونی پیدا میکنه که امتیازاتی به زن و شوهر میده، ایشون نگرانی سر یه چیز منفیست، همه اونا رو میتونه جلوشو ببنده، اصلا حق طلاق رو از شما ازا بگیره. میدونید میخوام چی بگم؟ یعنی ایشون حالا من میگه چی میخواد، من همه رو از شما میتونم بگیرم به ایشون بدم. بنابراین حالا صبر کنید، زودم هست از لحاظ تایمینگ، برای اصلا کاری به اون ندارم. نه ببینید، ببینید من اصلا کاری ندارم، من برمیگردم هم صحبت میکنیم. من فقط چون گفت فرمودید با من آشنایید، برای من چرا شعار رادیو همراه چیه؟ اصل و اصالت با انسان اخلاق، واقعیت و علم و عقل است. حرفایی که شما به من زدید از جانب ایشون یا گفتگوتون نه واقعی است، نه علمی است، نه عقلانی است، نه از نظر منطقی رفته که عقلانی باشه، یعنی نه علمی است، نه واقعی است، نه عقلی است، نه منطقی است، همش خرابه. و بعدم گفتم داستان لندن پایتخت پاریس است، یعنی اصلا هیچ توضیح و توجیهی نداره. بنابراین خیلی راحت آدم میتونه بگه که من به دلایل احساسی راحت نیستم، من میپذیرم، ولی استدلال نکنه. من به شما بگم که نمیخوام با شما قراری بگذارم، شما بگید چرا، میگم برای که 5 تا شما برادر دارید که شنیدم همشون شاق دارن. خب من میتونم بگم نمیخوام با شما قرار بذارم، ولی اینکه 5 تا برادر دارید که همشون شاق دارن، خب این شد استدلال من. شما اونجا من گیر میندازید عزیز. بنابراین بذارید بریم پیام ها رو بشنویم، این برگردیم ببینم که از خودتون و ایشون دفاعی دارید یا نه. به هر حال حکم محکومیت که فعلا صادر شده تا بعد، لطفا روی خط باشید. اولم خدمتتون به گوشه عرض کردم، چون شما حرفایی که زدید گفتم متوجه بیهوشی من شدید، دقیقاً قصدم این بود که مثلا نمی‌فهمم شما دارید چیکار می‌کنید. من حقیقتش در ادامه صحبت‌هام، من به اون چیزی که شما فرمودین معتقد هستم و یه جورایی هم اولش برای خودم خیلی سخت بود که بپذیرم توجیهشون رو، ولی انقدر رابطم رو خوب داره پیش میره و یعنی از این مدل زندگی با ایشون انقدر راضی هستم در مقایسه خوب قبل که مدت طولانی تنها بودم. نمیگم که حالا ترس از دست دادن دارم، چون من خیلی مدت طولانی تنها زندگی کردم و هیچ وقتم بعد از جدایم رومیت نداشتم، اگه ارتباطی هم بوده به قول معروف کوتاه مدت بوده و اونقدر عمیق نشده که بخواد مثلا به قول معروف طولانی مدت با کسی باشم بعد به هم بزنم دوباره مثلا با کسی دیگه آشنا بشم و هم تمام مدت با یه نفر دیگه باشم. همین بیشتر اوقات تنها بودم، ترس از تنهایی ندارم ولی دلم هم نمیاد این رابطه خوب رو. اصلا نمیگم من بحثم اون نیست، من بحثم با ایشون بود و اینکه احتمالاً شاید مطالب رو بشنوم. بذار ازتون یه سوالی بکنم، شما گفتید ایشون دیرتر ازدواج کردن از شما، چند سال قبل ازدواج کردن، تو اون ازدواج چه مدتی بودن و چه مدتی جدا شدن؟ من فکر میکنم ایشون 2016 یا 17 ازدواج کردن و 2020 در واقع آفیشیالی جدا شدن، ولی
2019 به مدت مثلا 5-6 ماه به شهر دیگه ای از اون ایالتی که بودن رفتن و خودشون تنها بودن و ازشون مثلا اوکی. ازشون خبر دو تا دلیل نداشتیم. برای جدایی چی بوده؟ میگن که اصلا نمیتونستم تو هیچ مسئله‌ای باش بحث کنم، مثلا اهل کامیونیکیشن نبودن، دائما این بحث به دعوا میکشید، اصلا یه جورایی میگن انگار دنبال این بود که به من آزار بده، آزارم بده، یعنی از لحاظ روحی. بعد خب اون خانم خانواده تحصیلاتشون چی ایشون هم بوده؟ قبولشون نداشتن، خانواده در واقع دوست من، به دلیلی که ایشون مثلا که مشکلات زیادی داشتن. خب نه، سوال من این است که یک نه سب کنی نه. نه چه مدتی با هم آشنا بودن که تصمیم به ازدواج گرفتن؟ فکر کنم کمتر از یه سال، چون تو محیطی آشنا شدن که ایشون اونجا پستاک بودن، بعد اکسشون مچ شدن دیگه، رزیدنسی گذرونن دیگه، رزیدنسی رو که به پایان رسیده، تقریبا آخراش بوده دیگه، مشکلات به اوج خودش رسیده. میگم با خانواده ایشون هم مشکل داشتن، یعنی خانواده ایشون اکس دوست من رو قبول نداشتن، به دلیل اینکه خیلی از چیزهایی که به حال نمیدونم مشکلاتشون چی بوده، به حال مچ نبودن با هم، ایشون اهل احترام نبود، نمیدونم. خب به من بگید هیچ کورم از شما خانوادهاتون که اینجا نیستن هستن؟ خانواده ایشون همشون امریکا هستن، پدر مادر خواهرها، و خواهرها از نوجوانی امریکا بودن، مادر و پدرم با ویزای فامیلی اومدن امریکا، و ایشون هم چون بالای 21 بودن یه مدت کارشون طول کشیده که بعد جوین شدن. خانواده سالها از امریکا هستن، شاید نزدیک بالای 20 سال هستش. و تو همین شهری هستن که؟ نه نه نه، این شهر که ایشون رزیدنت هستن که من با ایشون آشنا شدم، نه، ایالت میانی آمریکا هستن. فامیلی خواهر ایشون هم پی‌اچ‌دی هستن، شوهرشون هم پی‌اچ‌دی هستن، بچه دارن دوتا، خواهر کوچکترم هم همینطور اینجا درس خوندن، شوهر امریکایی دارن یه ایالت دیگه هم. پدر مادر هم نزدیک خواهر بزرگتر هستن، و مادر هنوز کار میکنن تو بیمارستان، پدرشون بازنشسته شدن. شما چقدر با اونا آشنا هستید؟ یعنی دیداری داشتید؟ هنوز نه، هنوز فقط یک بار مادرشون رو به صورت ویدیو کال دیدم. ایشون هم دوست دارن که با مادر من آشنا بشن، پدرم که به رحمت خدا رفتن. میگم چیز نیستن اصلا، هیچ فوبیایی این که بخوان این آشنایی رو ببرن به جلو ندارن اصلا، فقط این که فعلا میگم یه شرایط این که خب سال اول رزیدنسی اصلا خیلی بهشون میگم پیش خودم، یعنی میگم این توجیهاتی که داره شاید به خاطر بار کار زیاد کاری که رو سرش هست، چون کلن آدمیه که از اجبار زیاد مثلا چیز که بخواد رو سرش فشار باشه همیشه خودش، یعنی با توجه به حرفاش من دیده کلی، با توجه به این سمایی که شناختی که شناخت کلی که ازش دارم، میگم مثلا با هم که صحبت میکنیم حتی به من گفته که مثلا من از اول من نمیخوام، ببین ما سنی نیستیم که بخوایم وقت تلف کنیم، من نمیگم این قضیه مثلا حتما، ولی من هدف من دارم، من با هم واقعا روی تو اینوست میکنم و امیدوارم که تو همین شکلی باشی. اینو از چه هدفی؟ هدفی که با هم باشیم ازدواج نکنیم؟ هدفی که با هم باشیم دیگه، یعنی کلا ازدواج نکنیم؟ چه هدفی؟ سوال خوبیه که شما میپرسید و من همیشه تو ذهن خودم میپرسم. حالا به من یه چیزی بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما رو با خانواده آشنا کردند. بله. شما فکر میکنید پدر و مادر و دو تا خواهرایشون و شوهرای اونا کسانی هستند که مفهوم این که ما میخوایم با هم باشیم تا 50 سال آینده ولی نمیخوایم ازدواج کنیم رو اصلا میفهمند و فکر کنید هیچ کس دیگه فکر کنید تایید بکنن یا خانواده ایشون؟ ولی من فکر میکنم اصلا اگر چه تایید بکنن چه نکنن، ایشون یه شخصیتی دارن که خودشون برای خودشون تصمیم گیری میکنن و تایید دیگران کلا تو هیچ زمینه ای برای عدم تایید یا تایید دیگران خیلی اتفاقا عدم تمایلشون به امضا نکنن به خاطر دیگرانه. جناب
علت عدم تمایل ایشون برای اینکه سندی در کار نباشه دیگرانند، نه خودشون. مثل که من نه من بدونم. خودم هستم برای اینکه نه میخوام اصلا نه. حالا چند شما روزه، نه چند روزه، چند روزه ایشون یه زمینه وسواس رو دارن و پرفکشنیزم و کمال پرستی رو. متوجه مدت که دیدمشون وسواسه که هر چیزی رو سر جاش بذاری و روتینه مثلا فقط از یه جا خرید کنی و چون من تو ازدواج سابقه این مشکل رو داشتم اینا رو توشون نمیبینم ولی خب ولی مثلا در مورد هر چیزی که میخوایم انجام بدیم الان مثلا میخوایم موو کنیم با هم دیگه یعنی بریم یه جایی بگیریم که با هم زندگی کنیم من مثلا میگم اینو میارم این وسیله که تو خونه من هست و میارم و بعد برش توضیح بدم که مثلا اینو میارم به این دلیل به این دلیل خب خیلی از من انرژی میگیره ولی میپذیره یعنی مثلا اینجوری نیستش که بگه نه حرفی که من میزنم درسته و غیر از این اصلا وجود نداره اینجوری نیست ولی وقتی براش دلیل میارم دلایلم رو میبینه انقدر مثلا منطقی هست و یه تجربه پشتش بوده با توجه که خب من زیادتر از ایشون شما انتظار داشتید که وقتی که آخه ایشون قراره چیزی رو که شما دوست دارید دوست داشته باشن حتی اگر درست نمیدونند و دوست ندارن چون شرطشونه ولی اگر شما یه دلیلی داشت باشید که به حساب خودتون منطقی است و واقعی است یا به دنبال پشتش اسناد و مدارکی داره تجربه نه اون رو هست که خب ایشون قرار است بپذیرن قرار است که نپذیرن حالا ولی شما پذیرفتن این قضیه برایشون مثلا خیلی سریع اتفاق میفته برای اینکه اوکی. مثلا ولی خب یه مقدار از منم انرژی میره دیگه چون مجبورم هی حرف بزنم توضیح بدم و نمیخوام این البته شاید نه. میگم اولشه شاید بعدش نه اون یه زمینه استراب و وسواس داره چقدر ببینید ایشون باید حالت پرفکشنیزم رو داشته باشه یعنی به همجاز که این دیسایسیوه در تصمیم گیری مردده و بعدم تصمیم گیری رو بعدم به یه دلایلی تصمیمی گرفتن و پای اون ایستادن نه چون فرزند اولم هستن پشت سرشون هم دو دختر آمده میدونید خود اینا بعدم خیلی مدت خیلی مسئله طولانی دور از خانواده بودن نزدیک هلوش 20 سال دیگه تقریبا نه نه ایشون خب بنابراین مفهوم خانواده براشون یه مفهوم غریبه است حالا من دو دقیقه وقت دارم اگر حرفی دارید یا سوالی هست بفرمایید اگر فقط میخوام بدونم همین در حال حاضر من اینکه چه صبر با میکنید هم زندگی کنید شما صبر میکنید اصلا هیچ دلیل نداره که این رابطه رو به هم بزنید صبر میکنید ولی میگذارید در عرایض من رو بشنون به دشمنان منم شاید یکی اضافه بشه خواهش اتفاقا شما رو نداره ببینید حالا بعد از اون نخواهند داشت اشکالی هم نداره ولی مخصوصا چون هر حال من سر این موضوع متاسفانه بسیار حساسم و دلم نمیخواد که دو تا آدمی با توانایی ها و خوبی ها و خوبی هاشون کاملا پیداست مطمئنم ایشون هم خوبن برای که حال خوب شما رو میدونن که وقتی میتونن با هم باشن و خوب و خوش باشن باشن ضمن آخرین سوال من ازتون میکنم با سرعت من با داشتن فرزندتون خیلی راحت نیستم هم به دلیل خودتون هم بچه نه به خاطر ایشون به خاطر شما ولی آیا هیچ وقت فکر فرزند خواندگی هم بحثی بوده که داشته باشید یا نه بله یه صحبتی هم ما هم کردیم حتی به این حتی من فقط میخوام بدونم آقای دوزی حتی ایشون هم یعنی از لحاظ ازدواج شما فکر میکنین که از لحاظ سن بچه دار شدن نه ایشون مشکلی نداره نه ایشون همینه که شما رو ویل کنن حتما حتما یه دختر خانم 30 ساله خوبی پیدا میکنن به همین جهت است که من در اون مسیر دارم چون میخوام با ایشون دوست بشم دارم میگم یعنی در اون مسیر دارم هر چیزی که اگزونر نه با اون تو بدن شما نه برای که ازم ببینید ماجرا این است که سن شما میتونه براتون بیماری زای باشه خب من از لحاظ توانایی بدنی و صورت و قیافه خیلی از سن خودم جواب دارم باشه فایده نره بچه اینو نه بچه اینو دوست نداره نه بچه گول نمیخوره شما ما مردا رو از بیرون گول بزنید ولی از درون نه اونا بچه جنین هیچ چیزا سرش نمیشه با من یکم نگران بیماری های شما مثل قند و چیزهای دیگه هستم چون تو سنهای بالا یه مقدار خطراتی برای مادر هست حالا فرزند نه نه بعدم حالا چه چیزی داری تخمش نه تبلیغات نکنید تخمک از یک کسی اسپرم از ایشون اصلا نه خیلی شلوغ خلوقه نه اونو که راهش کنید اونو باش خیلی راحت نیست همتون نگاه و نظر شماست دنیای علم هم ممکنه نگاه و نظر دیگری داشته باشه ولی من چیز دیگری متوجهش هستم برار سب کنید یه مدتی ببینید چه میشه امیدوارم هرچی
خوب است و بله خیر و بله صلاح، تو خواستم اتفاق بدونم میفته. این که ما با هم بخوایم دیگه یک جا زندگی کنیم این رو اصلا هیچ حالا که دیگه مشکلی تموم نیست؟ شده رفته، نه دیگه اصلا این حرفها من نزنید دیگه، بدید. من گفتم شما متوجه بهره هوشی کم من شدید، ولی نه دیگه، دیگه شما کاراتون رو کردید دیگه. حالا شما سوار هواپیما شما میگید به نظر تو درست است که ما مثلا درست هواپیما در فرودگاه متوجه. نیویورک بشته، ما باشه مثلا قبل دست از اون پیاده بشیم یا نشیم؟ نه من جواب نه، گرفتم. خیلی ممنون، به هر حال خیلی ممنون مواظب باشید، خودتون خیلی و لطف ایشون باشید. کردید. خدا نگهدارتون. متشکرم، خدا نگهدار. خدا